درود به شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان. با 45مین میزگرد همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز 4 مهمان بزرگوار داریم: آقایان منوچهر تقوی بیات، دکتر سیروس میرزایی، آقای مزدک لیماکشی و آقای انور میرستاری. به هر 4 مهمان برنامه خوش آمد میگم. امروز قرار هستش که در مورد جنبش‌های اجتماعی و وضعیت اون در ایران و همچنین اون حلقه اتصالی که بین جنبش‌های اجتماعی و نیروهای اپوزیسیون میتونه شکل بگیره برای گذار از جمهوری اسلامی و همچنین یک مقدار در مورد وضعیت محیط زیست و برخورد سیاسی جمهوری اسلامی با مسئله محیط زیست با مهمانان محترم گفتگو خواهیم کرد. پرسش نخست رو مایلم از آقای مزدک لیماکشی بپرسم. آقای لیماکشی، میدونید که جنبش‌های اجتماعی توی ایران در طول 43 سال گذشته همواره سرکوب شدن. برخی از به اصطلاح معتقدن که رهایی مردم ایران به موفقیت و گسترش این جنبش‌ها نیازمند هستش و جمهوری اسلامی هم به هر حال این موضوع رو فهمیده و به همین دلیل همواره در طول 43 سال گذشته این جنبش ها رو سرکوب کرده. به نظر شما این سرکوب جمهوری اسلامی میتونه همیشگی باشه و با توجه به این حجم خشونت و سرکوبی که از سوی جمهوری اسلامی به جنبش های مختلف اجتماعی وارد میشه، آیا میشه امیدی داشتش که تغییر از جنبش های اجتماعی صورت بگیره و بر این سرکوب های خشن غلبه بکنه؟ با سلام به شرکت کنندگان در برنامه و با سلام به بینندگان برنامه شما. در مورد جنبش‌های اجتماعی یک مقایسه آدم بخواد بکنه در زمان شاه و در زمان جمهوری اسلامی، می‌بینیم که جنبش‌های اجتماعی در این 43 سال اخیر یک حرکت رو به جلو و اینکه یک مجموعی وسیع رو در بر میگیره. ما در گذشته جنبش‌های اجتماعی در قشرهای محدودی مطرح بودن. جنبش کارگری مطرح بود در زمان شاه، جنبش معلمین تا حدی مطرح بود، ولی ما در این 43 سال با جنبش‌های بسیار گسترده مواجه هستیم و این مسئله بسیار مهمی هست. هرچی تعداد بیشتری از اقشار اجتماعی در یک کشور وارد میدان بشن و از حقوق خودشون دفاع کنن، از حقوق صنفی و دموکراتیک خودشون دفاع کنن، نه اینکه فقط بخوان در کشور انقلاب بکنن بلکه قشر خودشون رو نمایندگی بکنن، این یک حرکت بسیار بسیار گسترده‌ای در ایران هست و جمهوری اسلامی در تمام مدت سعی کرده که این جنبش سرکوب بکنه به اشکال مختلف. مثلا جنبش کارگری رو سعی کرده با ساختن شورای کار بقیه جنبش رو عملا مانع بشه که کارگرها در سندیکاها و تشکلهای خودشون متشکل بشه. یا در مورد جنبش های دیگه هم، جنبش معلمین در ابتدا خوب بسیار ضعیف بود، چون همه معلمایی که مخالف حکومت بودن یا عقاید دیگه داشتن اینها رو در اون اول اخراج کردن که من هم یکی از اونها بودم، ولی بعدن این جنبش اوج گرفت و الان ما میبینیم که جنبش معلمین یک سازمان یافته‌ترین جنبش اجتماعی جامعه ایرانی هستش. یعنی میتونه تصمیم بگیره که در ده‌ها شهر ایران همزمان حرکت انجام بگه توسط معلم‌ها. و جنبش محیط زیست که آقای انور میرستاری متخصص این زمینه هستن صحبت میکنن، ما جنبش محیط زیست در قدیم نداشتیم. این جنبش جنبش فراگیری هست. جنبش های دیگر اجتماعی در ایران، ما جنبش زنان داریم، جنبش، یعنی ما میشه گفتش که هرچی جنبش ها گسترتر بشن، هرچی اقشار بیشتری از جامعه متشکل بشن و برای حقوق خودشون مبارزه بکنن، توان سرکوب رژیم و چیز میکنن، جلوشون میتونن بگیرن، سرکوب میشه. شما در نظر بگیرید که فعالین محیط زیست، فعالین جنبش زنان، فعالین معلمین، فعالین کارگری، همه اینها در زندان هستن. ما برای اولین بار در تاریخ کشور ما میبینیم که به جای اینکه سیاسیون و سیاستمداران زندانی باشن اونطور که در زمان شاه بود، الان
فعالین جنبش های اجتماعی هستن که در زندانن. بیشترین زندانی ها اینها هستن و با این همه زندانی کردن، سرکوب کردن، از کار برکنار کردن، ما میبینیم که این جنبش ها فعالانه ادامه داره. و از این زاویه اگه بخوایم به پرسش شما نگاه بکنیم، با گسترده شدن جنبش های اجتماعی امکان سرکوب از حکومت گرفته میشه و این جنبش ها میتونن در یک پروسه‌ای که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر میشه و جنبش های اجتماعی قوی‌تر میشن به هم بپیوندن و یک منشأ تغییرات بزرگی در کشور بشن. و خصوصا و مهمترین مسئله این است که وجود و حضور گسترده جنبش های اجتماعی سبب میشه که نیروهای ارتجایی، نیروهای پوپولیست، نیروهای حالا بگیم فاشیست یا هر نوع از این نیروهایی که ما خب در زمان شاه متاسفانه در اون اواخر اسلامیستا تونستن بیان سوار بشن برای جنبش توده‌ای بدون سازماندهی شده. ما الان جنبش های اجتماعی سازماندهی شده داریم و اینها هر آن بخواد یک تغییرات سریع در کشور رخ بده، اینها میتونن نقش بسیار مثبتی بازی بکنن. تجربه تونس تجربه بسیار جالبی هست که اونجا هم این جنبش ها بودن که تونستن مسیر تونس رو عوض بکنن و الان هم ما میبینیم با موفقیت در حال پیشروی هستن. امیدوار هستیم که ایران هم به این شکل پیش بره با کمک همه مردم ایران و خصوصا جنبش های سازمان یافته اجتماعی در ایران. خیلی متشکرم از شما آقای لیماکشی. آقای دکتر میرزایی، من میدونم که شما در واقع بجز فعالیت های علمی که دارید، فعالیت های حقوق بشری هم دارید و با فعالان حقوق بشر هم در ارتباط هستید و شاید مشکلات و دغدغه‌ها رو بیشتر از ما در جریانش باشید. به هر حال جنبش های اجتماعی توی 43 سال گذشته هر دهه یک جوری، در واقع مثلا از دهه 60 ما اگر حساب بکنیم، طرفداران در واقع گرایش های چپ یا اعدام شدن یا کشته شدن یا سرکوب شدن یا به تبعید رانده شدن. در دهه 80 میلادی به در واقع نویسندگان کشته شدن. در سال 88 ما جنبش سبز رو داشتیم که طبقه متوسط با شعار رأی من کو به خیابان ها آمدن و اون هم به شدت سرکوب شد. و در دهه چهارم حکومت اسلامی توی ایران که از سال 96 و 98 ما بخوایم حساب بکنیم، بیشتر طبقه کارگر بودن و با به اصطلاح مسائل اقتصادی بود، اما فراگیر شد و حتی بحث تغییر رژیم هم به طور جدی بین اقشار مختلف مردم در سالهای اخیر مطرح شده. به نظر شما چطور میشه یک حلقه بین این جنبش ها ایجاد کرد؟ آیا شما چی فکر میکنید با این همه سرکوبی که جمهوری اسلامی میکنه جنبش ها رو، آیا میشه امید داشتش که این جنبش ها بر این سرکوب خشن و بیرحمانه غلبه کنه و پیروز بشه؟ صداتون قطع هست آقای دکتر میرزایی. بله، منم اجازه بدید سلام میکنم خدمت دوستان در جلسه و دوستان تماشاگر این برنامه شما. خیلی ممنون از دعوت و این سوال خوب. بله، 100% جنبش های اجتماعی تاریخ نشون داده که به نتیجه مثبت خواهند رسید و اینکه جمهوری اسلامی یا رژیم های مثل جمهوری اسلامی که دیکتاتوری هستند، توتالیتر هستند، اینها به زور و شکنجه و اعدام دستشون بند هستش، نشون میده که اینها کاملا از این حرکت‌های اجتماعی در ترس هستن. اینجوری نیستش که اینا در قدرت باشن و هیچ ترسی از جامعه نداشته باشن. همونطور که اونا ترس در جامعه میخوان وارد بکنن، هر چه بیشتر سعی بکنن ترس تو جامعه وارد بکنن، خودش نشونه اینه که ترس اون بالاها بیشتر شده. یعنی که حرکت‌های اجتماعی رو بایستی بهش احترام گذاشت، باید بهش عقیده داشت، باید بهش اعتقاد داشت و با ایمان به پیروزی این حرکت ها رو ادامه داد. و وقتی نگاه بکنیم به صحبت شد از این که خب من با گروه های حقوق بشری در ایران در تماس هستم، یه نکته که خیلی مهمه
اینه که خیلی از حرکت ها با هم دیگه در تماس مستقیم حداقل در دید مردم نیستن. این تماس ها رو باید خیلی خیلی منسجم‌تر و بیشتر کرد، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. این شدنی هستش و این هم بازی نقطه دیگه هستش که رژیم از این ترس داره. به چه خاطره که مثلا یک خانم نسرین صدوده داره که زندانی میکنن، از تهران برش میدارن میبرنش یه شهر دیگه، یا خیلی از زندانیان دیگه رو که از محیطی که هستن میبرنشون یک جای دیگه تبعیدی، یا یکی نفر که حتی از جرم زندانش هم گذرانده باز میفرستنش به تبعید. این دلیلش اینه که رژیم از این که این گروه هایی که مخالف رژیم دارن کار میکنن اینا رو میخواد از هم دیگه گسیخته کنه، و ما باید خیلی سعیمون رو این بذاریم که این حرکت ها به هم دیگه در تماس باشن. و این من با چند تا دوستان خیلی از تماس نزدیک هستم، حالا اسماشون نمیخوام مستقیم بیارم، ما از طریق اینا مثلا حتی مثلا کمک مالی میفرستیم به یک سری از اینا که اینا باز به خانواده هایی که در ایران یا کشته دادن یا زندانی هستن اینا، اون خانواده ها رو بهشون کمک مالی بکنن. چون که رژیم کار این که میکنه اینه که از یک طرف با شکنجه و اعدام میخواد این مخالفین رو ساکت کنه، و از یک طرف دیگه با اون تورمی که در ایران هستش که برای تورم 50% 60% که داریم به خاطر بیورزگی اقتصادی این رژیم، این فشار برای خانواده هایی که درآمد معمولی دارن زیاد هستش، دیگه حسابشو بکنین این فشار زندگی بر کسانی که شوهرشون خانمشون بچهشون زندانی هستش و نصفی از درآمد خانواده دیگه بهشون نمیرسه. ببینید دیگه از این لحاظم لازم مالی هم سعی میکنن که اینها چیکار بشن، سرکوب بشن. پس بایستید ما هم سعی کنیم توی جبهه‌های مختلف و سطح‌های مختلف این همکاری ها را با داخل ایران و خارج ایران سازندگی کنیم، و این کمک ها رو چه اجتماعی چه سیاسی به همدیگه برسونیم. خب از یک طرف میشه اینجا سیاسی لوبی عربت که تالا شاید صحبت بعدی بیاد، لوبی عربت با سیاست مدارای اروپایی، و اینم باید فراموش نکنیم که اروپا در درجه اول پشتیبان این رژیم هسته، چون که همونقدر که اونا در تجارتشون با اروپا میتونن دزدی بکنن، همونقدر هم به همکاران و یا اون که این به حساب شرکت هایی که باشون همکاری میکنن در اروپا یا در غرب یا در شرق، همونقدر هم به این باش ها رو به اینا میدن، یعنی که دو طرف دارن استفاده میکنن. ولی خب از طرف دیگه میدونیم که خب سیاست اروپا هم یک سیاست موگن نیستش، این یک ترکیب مختلفی داره، گوناگونی داره، و ما میتونیم از قسمت‌هایی از سیاست اروپا که واقعاً به حقوق بشر پایدار هستن با اینها سعی کنیم یه خورده فشار روی ایران بیاریم. من فقط یک مثال براتون بزنم در جمله آخر. هفته پیش من با یکی صحبت میکردم، میگفتش که یه نفر که از اقتصاددانان هستش که با ایران در تماس نزدیک هستش، از اقتصاددانان اروپایی که با ایران هم خودشون هم چیز دارن، شرکت دارن در ایران، میگفتش که کشور اروپایی این گرین کارت که برای آمریکا داریم یه همچین تعریفی هم برای که خیلی کشور اروپایی دارن که اجازه میدن به ایرونیا بیان اینجا. خب شما یه شرایط خیلی خیلی سخت دارین که بخواین در دومان یک ایرونی معمولی بگیرین، ولی برای به قولشون انگل زاده ها، این آقا زاده ها، اینا استثناء قائل میشن و به اونا بدون اینکه زبان بلد باشن، بدون اینکه کاری بلد باشن، بهشون این اجازه های اقامت در کشورهای اروپایی رو بهشون میدن. یعنی اینجور چیزها رو هم بایستی روشنگرایی کرد و هم در داخل و هم در خارج ایران اینا رو به مردم نشون داد.
خیلی متشکرم از شما دکتر میرسایی. آقای تقوی بیات، سال 88 یادم هستش که من در ایران در تظاهرات شرکت میکردم، بعد این تظاهرات به خشنترین شکل ممکن سرکوب شد و بعد از اون آقای خامنه ای یک سخنرانی داشتش و گفتش که نظام در مقابل این، حالا به داخل گیومه به گفته ایشون، آشوب ها واکسینه شد. یعنی منظورش این بود که ما این پادزهرش رو پیدا کردیم و به بیان دیگر خیلی راحت میتونیم سرکوب بکنیم. هر چقدر که عمر جمهوری اسلامی بیشتر میشه، به جای اینکه وضعیت اقتصاد مردم بهبود پیدا بکنه، متاسفانه سیستم سرکوب پیچیده‌تر و قوی‌تر میشه. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که با این حجم سرکوب و خشونتی که رژیم به خرج میده، آیا میشود به جنبش‌های اجتماعی امید داشت و مردم در داخل ایران برگ رو عوض بکنن و به یک حاکمیت ملی دست پیدا بکنن؟ صداتون قطع است آقای تقوی. با درود به دوستان حاضر در این نشست و درود به ملت ایران و بینندگان تلویزیون رادیو زمان، می‌بینید در جهان تاریخ نشون داده همطور که دوستان گفتن که تا زمانی که مردم آگاهی پیدا می‌کنند و به حقوق خودشون آگاهی پیدا می‌کنند، این جنبش ها شدت می‌گیره، بالا می‌گیره و راه‌های مبارزه هم تغییر می‌کنه. و این نیست که سرکوب در همه جای دنیا بوده تا قبل از اینکه مردم به حکومت برسن، ولی مردم در مقابل سرکوب ها به انهای مختلف مقاومت کردن و راه های گوناگونی پیدا کردن برای مقابله با دشمنی که حاکمه برش. بنابراین این نیست که فقط سرکوب میتونه چاره باشه. اگر سرکوب میتونست چاره باشه، تو دنیا این همه حکومت هایی که به وسیله مردم نمایندگی میشن به وجود نمیاد. بنابراین به نظر من سرکوب نمیتونه راه حلی باشه. اما در سال 1328 آقای دکتر صدر با ایجاد جبهه ملی راه حل این قضیه رو ارائه کرده. ما در کشورمون چون آزادی احزاب وجود نداره و حزب و سندیکاها عملاً به صورت موقعی که فعال هستن غیر قانونی فعال هستن، راه رهایی ملت ما همچنان در این طول تاریخ 70 سالی که گذشته همچنان راه حل جبهه گسترده ملیه. یعنی مردم میباید با هر نوع تفکری که دارن در زیر چتر جبهه ملی، یه جبهه‌ای که جوابگوی تمام خواستهای ملت ایران باشه، که بیان و متحدن برای رسیدن به پیروزی و دموکراسی تلاش کنن. یعنی جدا جدا کارگرها، جدا معلمان، جدا که الان صحبت جنبش‌های اجتماعی هست، این جدا جدا بودن ها مسئله رو حل نمی کنه، بلکه بایستی یک همبستگی و یک همفکری و همراهی گسترده وجود داشته باشه تا ملت ایران بتونه به پیروزی نهایی برسه. تا زمانی که ملت ایران اون جبهه رو به وجود نیاره و برای آزادی تمام گروه ها، سازمان ها و نهله های فکری زمینه رو فراهم نکنه که به آزادی برسن، این روال ادامه داره. بنابراین اون جبهه‌ای که بایستی به وجود بیاد از همه آحاد ملت ایران
شیعه، سنی، بهائی، کمونیست، سوسیالیست، کرد، لور، ترک، فارس، همه و همه با هم باید یه جبهه‌ای به وجود بیارن و در اون جبهه با یک سیاست مشترکی در برابر این حکومت جبار دیکتاتوری دست نشانده به مبارزه پردازن. راه حل اساسی اینه و الا اونها هر چقدر هم بخوان سرکوب کنن باز مردم به مبارزاتشون ادامه میدن و راه حل رو نهایتا پیدا خواهند کرد و خودشون به پیروزی خواهند رسید. بسیار متشکرم از شما آقای تقی‌بر. آقای میرصدتاری هستید با ما؟ معلومه که با شما هستم. خیلی هم عالی. آقای میرصدتاری، پرسشی که از شما دارم در مورد برخورد جمهوری اسلامی با فعالان محیط زیست هستش. خب میدونیم که به خصوص در طی سالیان گذشته، در یک دهه گذشته، فعالان محیط زیست زیادی در زندان بودن، شکنجه شدن و مثل آقای کابوس، زنده یاد کابوس سید امامی، کشته شدن. البته جمهوری اسلامی گفتش که ایشون خودکشی کرد، ولی خب خانواده ایشون در خارج از کشور گفتن که ایشون کشته شده و به دست رژیم هم کشته شده. چرا مسئله محیط زیست برای جمهوری اسلامی سیاسی هستش و چرا اینقدر با فعالای محیط زیست اینچنین برخورد میکنه به نظر شما؟ من هم خدمت شما و شرکت کنندگان بسیار بسیار گرامی در این برنامه و شنوندگان و بینندگان این برنامه درود میفرستم. نخست اجازه میخوام بگم که این جنبش هایی که ما از اونا صحبت میکنیم همینطوری از هیچ و از هوا پیدا نمیشن. معمولا در اثر نیازهای جامعه است که جنبش ها به وجود میاد. جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و تقریبا میشه گفت در جهان حدود 60-70 ساله که مسئله زیستگاهی، ببخشید که من به جای دو تا کلمه دراز محیط زیست همیشه سعی کردم از واژه زیستگاه استفاده کنم، امیدوارم مورد قبول بشه. جنبش دانشجویی هم تو دنیا بر اساس نیاز به وجود اومده. در درجه اول در کشورهای پیشرفته‌ای که بیشتر آلوده می‌کردن با تکنولوژی و صنعتشون و اون موقع هنوز مسائل کشورهای مثل ایران محیط زیست نبود، چون ما مشکلی نداشتیم، ماشین نداشتیم، کارخانه زیاد نداشتیم و جنگل‌هامون رو نابود نمی‌کردیم برای کشیدن اتوبان و خیلی مسائل دیگه. ولی کم کم تمام کشورهای دنیا چون راه در تکنولوژی گذاشتن شروع کردن به آلوده کردن طبیعت و تعداد جمعیت که بیشتر شد، از این طریق ما بیشتر آلوده کردیم. در بین این کشورها کشورهای مثل ایران هستن، رژیمهای مثل جمهوری اسلامی هستن که هیچ اهمیتی به این زیستگاه، زندگی مردم، چه از نظر محیط زیستی و تنفس و هوای سالم اینا و چه از نظر سیاسی و رفاه اقتصادی اهمیت نمیدن. و اما اینم در داخل پرانتز بگم که یه زمانی من یادم دوران دانشجو بین جوانا بحث بود که بالاخره ما به این بگیم جنبش یا نهضت. اونایی که گرایش های مذهبی داشتن خیلی تلاش میکردن بگن نهضت و هر که جنبش میگفت میگفتن اینا کمونیستن، در صورتی که مهم محتواست. حالا اسمش جنبش یا نهضت باشه مهم نیست، جنبش کارگری، نهضت ملی یا جنبش ملی، جبهه ملی، این از این. ولی برگردم به پرسش شما که چرا زیستگران را میگیرن. من اینجوری میگم، در کشوری که مست و هر آن که هست را میگیرند، بدیهی است که زیستگران را هم بگیرن. اگر اونها را نگرفتند باید به مستی و درستی راهشون شک کرد. در ایران دراویش را میگیرند به خاطر عقایدشون، زنان بدون روسری را میگیرند به خاطر پوشششون، دانشجویان نویسندگان را میگیرند به خاطر کتاب خوندنشون، وکلا را میگیرند به خاطر دفاع از موکلانشون،
روزنامه نگاران رو میگیرم به خاطر مقاله هاشون، معلمان رو میگیرم به خاطر اعتراض به کمی حقوق و خواست صنفیشون، جنوبی ها رو میکشم به خاطر اعتراض به بیابی و تشنگیشون، بلوچ ها رو میکشم به خاطر اعتراض به فقرشون، کردها رو میگیرم میکشم به خاطر آگاهیشون، مادران و خانواده های جانباختگان را میگیرن به خاطر دادخواهیشون، مردم را در آبان 98 به گلوله میبندن به خاطر اعتراض به وضعیت و بیخانمان شدنشون. در کشوری که دریاچه ها، رودخانه ها، باتلاق ها، مرداب ها آلوده و خوش شدن، جنگل ها از میان رفتن، خاکش را به کشورهای عربی می فروشن، معادنش را غارت می کنن، کوههای مانند دماوند را از بین می برن و اکوسیستم ایران را برهم می زنن، به جای انرژی های پاکی مانند انرژی آفتابی، انرژی بادی و انرژی گازی از سوختهای آلوده کننده استفاده می کنن و برای جلوگیری از آگاهی رسانی رسانه های عمومی، تلویزیون های آزاد خارج از کشور پارازیت های سرطانزا پخش می کنن، طبیعی و بدیهیه که اعضا و هواداران احزاب و نهادهای مترقی و دموکراتیک و انجمن های مردمی و مدافعان و حقوق بشر و تلاشگران زیستگاهی رو خواهند گرفت، شکنجه خواهند کرد و خواهند کشت. اجازه میخوام یه دقیقم به صحبتم ادامه بدم اگه وقت دارم. یک زیستگر یا زیستگرا، به جای که بگم فعالان حقوق بشر من میگم زیستگر مثل کارگر، و زیستگرا اونی که هوادار محیط زیسته. یک زیستگر یا زیستگرا نمیتونه نسبت به همه این نابسامانی ها بیطرف و ساکت بمانه و بر این همه ظلم و ستم و بیدادگری و زیانهای اکولوژیک چشمانش را ببندد. برنامه های احزاب و نهادهای زیستگاهی در سراسر جهان از جمله در ایران بر مبنای برابری زنان و مردان، برابری حقوق شهروندان، احترام به حقوق بشر، برنامه اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی و حفظ و نگهداری زیستگاه و کشوری و داشتن کشوری دموکراتیک با سیاست‌های عدم تمرکز قدرت و جدایی کامل دولت از تمام وابستگی‌های دینی در همه سطوح و با حق رأی مردم و انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمام سطوح تمام تشکیلات کشوری است. جمهوری اسلامی با چنین برنامه و خواسته هایی هرگز موافقت نخواهد کرد و کسانی که چنین برنامه هایی را تبلیغ می کنند، در این راه مبارزه می کنند، تحمل نخواهد کرد. بدین سبب زیستگران مانند بیشتر مردم ایران از آسایش و امنیت و امنیت ملی و دولتی برخوردار نیستن، جانشون همیشه در خطر، زندانی میشن، شکنجه میشن، همونطوری که گفتی مثل زنده یاد آقای امامی در زندان کشته میشن و بعد جمهوری اسلامی میگه خودکشی کرده، همون داستانی که برای خانم زهرا کاظمی در زمان مرتضوی، سعید مرتضوی گفتن که یا سرش به یه چیز سختی خورده یا چیز سختی به سرش خورده. یعنی همیشه اینا از این دلایل مسخره آمیزی دارن، ولی ما میدونیم که این افراد، فقط آقای امامی تنها نیست، ده ها نفر اگه حالا صد ها نفر نگم در زیر شکنجه های جمهوری اسلامی تا حالا جان دادن، یادشون رو گرامی میدارم. من در اینجا ببخشید طولانی شد، سخنانم رو قطع میکنم، آماده شنیدن سخنان دیگر دوستان هستم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای میرستاری.
آقای لیماکشی، من همیشه من خب به عنوان یه فردی که بعد از انقلاب 57 به دنیا اومدم، همیشه پرسشی که داشتم توی این 10-12 سالی که تو خارج از کشور هستم، اینکه چرا اون روحیه اتحاد و روحیه اینکه منافع دیگری منافع من هم هستش، به خصوص در طول 43 سال گذشته توی ما ایرانی ها اینقدر کمرنگ شده. حالا ما نقدهایی به سیستم داریم، جمهوری اسلامی رو معتقدیم بایستی بره، ولی از اون طرف به خودمون نگاه کنیم. من مشخصا در مورد تشکل‌های اجتماعی میگم، وقتی که معلم‌ها اعتراض میکنن من پرستار ساکت میشم، وقتی که پرستارا اعتراض میکنن بازنشسته‌ها کاری ندارن، بازنشسته‌ها دوباره یه گروهی هستن که وقتی اعتراض میکنن مردم دیگه بهشون نمیپیوندن. و این حلقه‌های کوچیک به نظر شما چه زمانی من یعنی میتونم ایمان داشته باشم، اطمینان داشته باشم که منافع ما، منافع جمعی ما ایرانی ها ایجاب میکنه که یک اعتراضات و اعتصابات سراسری تشکیل بدیم؟ به نظر شما مشکل کجا هستش؟ آقای جعفری، من فکر میکنم که یکی از دشوارترین پرسش ها همین پرسش شما باشه که اگر ما احزاب سیاسی ایرانی میتونستن به این پاسخ بدن یا تا کنون پاسخ داده بودن، مشکل کشور هم حل شده بود. ولی چرا به این شکل هست؟ ببینید، انتظارات ما از جنبش های اجتماعی چی هست؟ این جنبش های اجتماعی موجود چه وظایفی دارن در قبال، به عنوان نمونه، معلم ها؟ ما انتظار ما از معلم‌ها چی هست؟ میخوام بیان کشور ما رو نجات بدن؟ یا اینکه انتظار ما از معلم‌ها این هستش که متشکر بشن و از حقوق صنفی و دموکراتیک خودشون دفاع بکنن؟ و به همین شکل هست برای کارگران، برای زنان، برای نویسندگان، برای هنرمندان، ورزشکاران که میخوان در همه زمین ها آزادتر باشن، تحت کنترل نباشن، یا جنبش های فرهنگی که ما به دلیل حکومت استبداد دینی که فرهنگ ایرانی و تاریخ ایرانو اساسا رد میکنه و دشمنی میکنه، جنبش های فرهنگی وسیع هم ما در کشور داریم. منتها اینا به صورت سازمان یافته مثل این تشکل های اجتماعی که مثل معلم ها که 1,100,000 خودشونن، 15 میلیون هم دانش آموز داریم و یک مجموعه گسترده هستن. کارگران هم به همین شکل حدود 20 میلیون نفر هستن. خب این جنبش ها، انتظار ما از اینها چیست؟ این مسئله بسیار مهمیه، ما اینو روشن نکردیم. اگه انتظار ما این هستش که اینها بیان انقلاب بکنن، کشور و حکومت، این حکومت جمهوری اسلامی رو بردارن، این حکومت دیگه بذارن، من فکر میکنم این اشتباه است. اگه انتظار ما این هستش که اینها به طور بدون برنامه دور هم جمع بشن بیان تو خیابون، خب اینم باز اشتباه است. یک نکته رو آقای تقوی بیات مطرح کردن و اون این که یک جبهه ملی گسترده و دموکراتیک میشه یک جریان سیاسی، یعنی جریانات سیاسی که بتونن مجموعه کشور رو تحلیل بکنن، براش برنامه داشته باشن، برنامه بنویسن. برنامه وجود نداره آقای جعفری، برنامه ما نداریم. به عنوان نمونه، نیروهای سیاسی کشور، کاری ندارم از کدوم گروه، از جمهوری خواه گرفته، سلطنت طلب گرفته، مجاهد گرفته، بیشتر سیاسی زده هستیم. یعنی ما هر روز داریم شعار میدیم که این رژیم باید بره. خب این رژیم باید بره، این که روشن، همه ما میدونیم که باید بره، ولی چی جوری باید بره؟ چی جوری اون جنبش هایی که شما میگید به درستی، این جنبش ها چی جوری به هم وصل بشن؟ وصل شدن اینها به شکل مکانیکی نیست که با هم دیگه تماس بگیرن. اینا با هم تماس دارن. ما الان میدونیم که جنبش زنان، فعالین جنبش زنان با فعالین جنبش کارگری و فعالین جنبش معلمان، همه اینا با هم دیگه ارتباط دارن، هم دیگه رو میشناسن. با امکاناتی که الان وجود داره، اینترنت که وجود داره، اینا همه با هم در تماس هستن.
مثل ما، ما هم با همه اینایی که در ایران هستن در تماس هستیم. ولی اون چیزی که وجود نداره یک برنامه سیاسی روشن در زمین‌های مختلفه. من چند نمونه رو خلاصه میگم. ببین، ما میگیم که وزارت آموزش و پرورش، مشکلاتی که وزارت آموزش و پرورش داره، کلا معلم‌ها دارن، سیستم آموزشی داره، ولی برای این برنامه نداریم. باید این برنامه مشخص و جدا داشت. ما میگیم که ما چندین نیروی نظامی داریم، سپاه داریم، بسیج داریم، ارتش داریم، ما یکی بشه. خب برنامه ما چی هست؟ چون همون نیروی بسیجی، همون نیروی سپاهی، همه نیروهای نظامی، اونها باید برن خودشون رو به یک جنبش سراسری، به یک بسیار نیروی سیاسی که بتونه برنامه ارائه بده وصل بشن. مصدق چرا تونست این کار رو بکنه؟ به خاطر اینکه برنامه داشت. میگفت یک برنامه‌اش همین مسئله ملی شدن نفت بود، مسئله آزادی احزاب بود، مسئله تغییر قانون انتخابات بود. ما الان برنامه در زمینه آموزش نداریم. برنامه این که خب ما حکومت آخوندی نمیخوایم، درستم میگیم نمیخوایم، حکومت دموکراتیک میخوایم. خب ما راجع به نقش مذهب در جامعه چی میگیم؟ این باید چه نقشی در جامعه ایران داشته باشه؟ در حکومت میخوام بندازیمش بیرون، در جامعه چه نقشی باید داشته باشه؟ ما محیط زیست همینجور در هر زمینه که میریم. حالا من نمیگم ما باید برنامه خیلی جامع و همه جانبه داشته باشیم مثل این کشورهای اروپایی که در شرایط آرام متخصصین رو جمع میکنن، ولی راستاهای چیزهای برنامه ما باید روشن باشه. نیروهای ملی، نیروهای دموکرات، چپ دموکرات، نیروهای میانه جامعه، لیبرال، این مجموعه باید بتونن مجموعه متخصصینشون رو در زمینهای مختلف جمع بکنن و ارائه تر بدن، ارائه راه حل بدن که اون موقع اون معلم و اون کارگر به این جریان اعتماد میکنه بهش. اون چیزی که آقای طلبی بیاد مطرح کرد، به جبهه ملی بپیوندن، اعتماد میکنه و وصل میشه به جبهه ملی. میگه جبهه ملی حرف ما رو داره میزنه، برنامه ما رو داره. ما متاسفانه الان نداریم. چون نداریم نمیتونیم نقطه اتصال باشیم. نقطه اتصال باید بیاد توی چی؟ توی برنامه کلان سیاسی، برنامه های کلان در عرصه‌های مختلف که بشه کشور اداره کرد. شاید بشه اینجوری مثلا مطرح کرد. برخی ها میگن که این رژیم سرنگون بشه اون موقع حل میشه. خب حالا شما سرنگون شد، شما که میخواید رهبری کشور رو به عهده بگیری، برنامه شما چیه؟ شما ادعا میکنید دیگه. میگن ما وقتی میخوایم ادعا بکنیم باید برنامه داشته باشیم. میگه ما این برنامه رو داریم، ما میخوایم بیایم روی کار. ولی میخوایم بیایم روی کار، برنامه ما چیه؟ یه نمونه مثال میزنم. مجاهدی میگه من میخوام بیام قدرت در ایران بگیرم. خب برنامه‌اش چیه؟ یعنی حتی برنامه‌ای نداره که ما بریم دنبالش. ما بهش میگیم که آقا این چه برنامه‌ای خوبی داره، بریم با هم دیگه این کارو بکنیم. هیچ کی نمیره باش. حتی نیروهای سیاسی. حالا چی برسه به جنبش‌های اجتماعی و مردم؟ در نتیجه من فکر میکنم که هم در جنبش‌های اجتماعی باید به اون نقطه برسن که مسائل باید به شکل کلان حل بشه، و هم احزاب سیاسی باید به اونجا برسن که برنامه‌های اجتماعی برای همه اقشار مردم داشته باشن. و یک نکته شاید بار آخر باشه من صحبت میکنم، تأکیدی هست بر صحبت آقای میرزایی. ببینید، حکومت فعالین جنبش اجتماعی رو که برای حقوق دموکراتیک مبارزه میکنن، ببینید فرق میکنه، نه برای حقوق صنفی فقط، یعنی میرن تشکل میزنن، اونها رو میزنه. ما یکی از کارهای بزرگی که میتونیم در خارج از کشور بکنیم، تأمین مالیشون میکنیم. یعنی هر کسی که بیکار میشه، هر کسی که زندان میره، ما حقوقشو بدیم. این بهترین راه هستش که آقای میرزایی به درستی مطرح کردن که این بی اثر بشه چیز سرکوبای جمهوری اسلامی. یعنی من حتی تو زندانم هستم احساس میکنم که خب من تو زندانم برای جامعه، برای کشور خودم، ولی زن و بچه من گرسنه نیستن یا شوهر من، فامیلای من گرسنه نیستن. این نکته رو در آخر میخواستم مطرح بکنم و صحبتمو تمام بکنم. مرسی از شما.
خیلی متشکرم از شما آقای لیماکشی. آقای دکتر میرزایی، پیشنهاد یعنی کاری که میکنید بسیار ارزشمند هست و آقای لیماکشی هم به درستی اشاره کردن، متا نقدی که بهش وارده اینه که خب به هر حال منابع مالی خارج از کشور خیلی محدوده و متاسفانه سرکوب‌های رژیم خیلی گسترده است و تعداد خانواده‌ها و اساساً یه کار خیلی سختیه، ولی خب به هر حال همین در حد کمش هم خیلی خوبه. حالا من می‌خوام از شما یه سوال بپرسم. یک بار ما توی یک جلسه‌ای که ضبط نمی‌شد اگر یادتون باشه صحبت می‌کردیم، چون آقای لیماکشی هم به بحث مذهب در جامعه اشاره کردن، حالا اگر دوست داشتید در این زمینه صحبت بکنید، چون 43 ساله که جمهوری اسلامی اومدنش با در واقع نیرنگ و خدعه و با ایدئولوژی مذهبی بود و مردم مذهبی هم، من توده مردم رو صحبت میکنم، اعتماد کردن، باور کردن و انقلاب کردن و 43 ساله که با این ایدئولوژی باقی مونده و حالا به دلایل دیگه هم مونده باقی موندن این رژیم. اما به هر حال نقش مذهب هم خیلی، حالا ما از طبقه متوسط که آگاه هستن و به اینترنت متصل هستن، اطلاعات دارن و با خارج از کشور در ارتباطن بگذاریم، بخش عمده مردم در واقع شهرستان‌ها و روستاها، اینها هنوز تفکرات مذهبی دارن. فکر میکنید که اساساً نقش مذهب چی میتونه باشه در آینده ایران آزاد و به نظر شما چطوری بایستی با این موضوع برخورد کرد و فعالین سیاسی چی کار باید بکنن؟ آیا باید مبارزه کنن؟ آیا باید آگاهی رسانی کنن؟ آیا همین که فقط میگیم مذهب از حکومت جدا باشه کافیه یا بایستی اقداماتی انجام داد؟ نظر شما در این زمینه چی هستش؟ صداتون قطع هست شاید تو میزهی. اجازه بدید من وضع ایران با کشورهای کمونیستی مقایسه کنم. کشورهای کمونیستی هم چیز بودن، کشورهای توتالیتر بودن. اون مذهبی که به حساب کمونیسم بود، اون که ایده اصلی کمونیسم بود، اونجا انجام نشد و اینا یه ایده افتاده بودن بالا، قدرت دست در دستشون بود و مردم که زیر دستشون بودن. اینا به هر با فشار و خفقان سیاسی حکومت میکردن تو کشوراشون. اون بگیم مذهب کمونیسم بود، اینم حالا مذهب اسلامی. مقایسه بکنیم یک چیز راجب واکسن کرونا در اروپا. واکسن کرونا در اروپا در کشورها گفتن که حدود بین 70-80% مردم واکسینه شدن، ولی این 70-80% تو کشورهای غربی بود. تو کشوری مثلا مثل بلغارستان بود حدود 12-13-14% مردم. هنوز که هنوز بعد از 20 سال که حکومت‌های کمونیستی از بین رفتن، هنوز که هنوز اعتماد به دولت ندارن، اعتماد به اون دولتی که سر کار هستش ندارن، و چون که به اون دولتی که سر کار هستش هنوز اطمینان ندارن، چیکار میکنن؟ واکسن رو قبول نمیکنن و رد میکنن. این رو میتونیم تقریبا پیادهش بکنیم تو ایران که کسانی که سر کار هستن، از خمینی جلادش گرفته تا این خامنه ای و مشتبه دزد و جلادی که الان سر کار هستن، اینها به مذهب کار ندارن. اینا دزدن، اینا قاتلن، اینا جانیان و به اسم مذهب، من خودم مذهبی نیستم، از اسلام هم نمیخوام دفاع کنم، ولی به اسم مذهب دارن به دولت، به کشور ما حکومت میکنن و به اسم مذهب دارن دولت کشور رو غارت میکنن. تو اروپا شما کشور اروپایی نگاه بکنید، چند درصد به حزبای دست راستی ارتجایی اروپایی رای میدن؟ ماکسیمومش میشه 30%. این 30% هستن که نه اهل مطالعه هستن، فقط اهل مطالعه هم باشن خیلی چیزای جزئی میخونن و اینا رو میشه خیلی راحت مغزاشون رو شستشو داد، به این امروز به سمت راست برد، فردا به سمت چپ. حالا تو کشور ما که از لحاظ فرهنگی یکم عقب‌تر هستیم، این 30% میشه 40%. اینو به واقعیتی که باید قبول کرد.
این 40% را خیلی راحت میشه مغزشون شستشو داد. امروز برج به دنبال خامنه ای و کشوندشون به نماز جمعه و کشوندشون به سینه زنی و زنجیر زنی و اینا. ولی مطمئن باشید یه دولت بیا سرکار که یه خورده به مغز مردم برسه و شستشوی مغزی رو بخواد جلوش بگیره، حتی یک نسل باید بگذاره. ولی این شستشوی مغزی رو میشه که باهاش بعد دکتر میزایی یه پرانتز کوچیک باز کنم، بخواستید بگید یک نسل باید نابود میشد، اونم نسل ما بود که شد، حالا شاید نسل بعد از ما. شوخی کردم فقط با مزاح. نه واقعا واقعا یه نسل. خب ما که هیچی، شما بایستید شما بایستید تقاس و اشتباهی که نسل ما کردن پس بدین و نسل بعدی درست خواهد شد. یعنی که مذهب مسئله اصلی ما نیست، فرهنگ مسئله اصلی ما هستش، فرهنگ و سواد و سواد اجتماعی و سواد سیاسی. و این تا تو جامعه پیاده نشه متاسفانه اینا برن یک رژیمی مثل مجاهدی میگه سرکار بدتر خواهد شد. یعنی که اون روزی که ما رسیدیم که این رژیم بیفته، که این رژیم 100% خواهد افتاد، حالا یک سال باشه 5 سال دیگه باشه، ولی دیگه داره دست و پای آخر خودشو میزنه، از هرچه قتل و اعدام و اینا بیشتر بشه، اینی که اینا به آخر کار به آخر خط نزدیکتر شدن، باعث رژیم بعدی الان مثلا همین تو گروه همسازان جمهوری خواهی که داریم مثلا اسم لایک که گذاشته، اینو باعث فهموند که لایک یعنی چی، که باعث مثلا توی جامعه حتی جامعه اکادمیک ایران باعث بهشون فهموند که لایک یعنی چی، باید به مردم فهموند که مذهب داخل خونه باید باشه، به دولت کاری نداشته باشه. این چیزها را که یک خوده برای حتی اکادمیک هم جا بیفته میتونیم با آینده نگاه بکنیم. متاسفانه هنوز که هنوز یه راه خیلی طولانی داریم و مذهب مسئله‌مون نیست، مسئله ما بی فرهنگی و بی اطلاعی جامعه هستش. خیلی متشکرم از شما دکتر میرزایی. آقای تقوی بیات، شما با توجه به تجربه مبارزات سیاسی که در دو رژیم گذشته و رژیم شاه و رژیم جمهوری اسلامی داشتید، اگر بخوایم یک مقایسه بین جنبش‌های اجتماعی در سال 57 و امروز انجام بدیم، چون همیشه برای من سواله که جنبش‌های اجتماعی در سال 57، من دیروزم با هم دیگه تلفنی صحبت کردیم، یک نکته رو بهتون گفتم، یک ویدیویی از آقای خمینی دیدم که میگفت هر چی فساد و فحشای از دانشگاه بیرون میاد و دانشگاه و چنان به دانشگاه تاخت که من اصلا شگفت زده شدم، گفتم مگه مردم اون دوران مگه کتاب ولایت فقیه و نخونده بودن، مگه نظریات تندروی ایشون رو نخونده بودن، چه اتفاقی افتاد که مردم، حالا نمیخوایم بحث ما در مورد انقلاب 57 و جمهوری اسلامی نیست، جنبش های اجتماعی چی شد که اونجا در واقع به بیراهه رفت و چی کار الان باستی بکنن جنبش های اجتماعی که تجربه 57 مجددا تکرار نشه؟ ببینید، شما به پیشینه سیاسی من اشاره کردید. من هم در زمان حکومت پهلوی به خاطر مبارزات سیاسی زندانی شدم و سختی کشیدم و هم در جمهوری اسلامی. ببین اصلا این مشکلی که ما با جمهوری اسلامی داریم سر در حکومت قبلی داریم. یعنی اگر حکومت قبلی، یعنی حکومت شاه، یعنی حکومت شاه که میگم شاه حق حکومت نداشته، چون دیکتاتور بوده این کار رو میکرده، ولی سیستمی که قبل از این بوده سیستم سلطنت مشروطه بوده و سلطنت مشروطه شاه رو از دخالت در امور اجرایی معاف کرده بوده. متاسفانه نه در اون زمان اجازه فعالیت سیاسی و اجتماعی
بوده و نه امروز هست. الان آقای میرزایی که اشاره به بی اطلاعی فرهنگی می کنند، این بی اطلاعی فرهنگی به دلیل محروم کردن مردم از آگاهی های سیاسی، یعنی آگاهی های سیاسی اجتماعی. ببینید الان در این 40 و چند سالی که گذشته چقدر خرافات به مغز مردم کردن. حالا شما زندگی خودتون رو که جوانی هستید الان مقایسه کنید، ببینید اون روزایی که شما رو تو مدرسه دبستان برای آینهای دروغ مذهبی می بردن چه وضعی داشتید، و بعد که متوجه دروغ بودن این فقها شدید چه وضعی پیدا کردید. یعنی شما یه نمونه خوبش هستید. یعنی اگر برگردید، من در 16 سالگی تا اونجایی که خودم یادمه مذهب رو ترک کردم. یعنی من 16 سالم که بود کاملا متوجه شدم که مذهب یک مقوله فریبکاران است، و از اون به بعد با مذهب مبارزه می کردم و می دونستم که باعث انحراف. این بلا سر ملت ما آمد به خاطر همینی که آگاهی های سیاسی حالا در این 40-50 سال گذشته با به وجود آمدن امکانات وسیع الکترونیکی و اطلاعاتی آگاهی ها خیلی بیشتر شده تا اون زمان. یعنی من اون موقع که در جوان بودم، دانشجو بودم، یه دونه اعلامیه می نوشتیم، فرض کنید 100 تا دونه می بردیم با ترس و لرز توی خونه ها می داختیم. یا یادم میاد من که در 6 مدرسه که بودم، دبیرستان که بودم، یه مقدار اعلامیه رو توی کوریدور مدرسه، اونجایی که کلاس 11 و 12 بودن، اشتباهن من اونجا گذاشتم. در نتیجه مدیریت مدرسه آمد کلاس 11 و 12 رو زیر سوال برد و شروع کرد در بین ما جستجوی این که چه کسی این کار کرد. یعنی حتی یک اعلامیه‌ای که ما به طور محدود در مدرسه پخش کردیم ایجاد عکس العمل وسیع میکرد و پشتش هم سازمان امنیت بود و زندان و از این صحبت ها. این گرفتاری سیاسی که ما رو نمیذارن آگاهی سیاسی پیدا کنیم، ارتباط سیاسی پیدا کنیم. الان صحبت از جنبش های اجتماعی، جنبش های اجتماعی به دلیل اینکه پیوند به هم نمیخورن و حکومت به سختی جلوی اینها رو میگیره، به صورت گسترده در نمیاد و عام نمیشن. یعنی این سوال اول شما اینه که اینها به دلیل دیکتاتوری و فشار زیاد، ما که حزب نداریم در اینها، ما سازمان نداریم. آقای نیمالکشی از برنامه صحبت کردن تا یه حزبی به وجود نیاد و آیین‌نامه و مرامنامه نداشته باشه برنامه هم نداریم. ما هنوز در اون مرحله نیستیم. ما در ایران حزبی نداریم. در ایران من صحبتم از ایران، ما در ایران حزبی نداریم که بخواد برنامه داشته باشه و بخواد راه نشون بده که در آینده حکومتی میخواد چی کار کنه. مشکل اساسی اینه که ایرانیان به طور عام آزادی ندارن، و آزادی که ندارن این مشترک بین همه شون. یعنی این مثلا کمبود آزادی و ایجاد سازمان در ایران یه مشکلی است که در زمان شاه هم بوده، الان هم هست. بنابراین این که شما سوال میکنید که چه جنبش های اجتماعی چه فرقی کردن، در اون موقع هم حزب نبوده، امروز هم حزب نیست، اجازه حزب نیست، ولی اعتراض اون موقع بوده، امروز هم هست. امروز اعتراض بیشتر از اون موقع است، برای این که امروز فشار رو تو دار مردم بیشتره. شما فکر کنید که
یک دلار که اون موقع مثلا 7 تومن بوده الان سر به 30,000 تومن زده. خب این یعنی چی؟ یعنی تورم وسیع، یعنی این که یه نون سنگک مثلا اون موقع می شده 5,000 یا 1 تومن، الان نمیدونم واقعا سرسام آوره قیمتش نسبت به اون موقع. و این گرسنگی وسیع موجب شده که اعتراضات بیشتر باشن، بیشتر از زمانی که حکومت قبلی بود. من بیشتر از این راجع به این موضوع وقت دوستان نمیگیرم. بله آقای طیبایی، خیلی متشکرم. البته یه نکته هم فکر کنم تو خلال صحبت‌های شما بود، این بود که جنبش‌های اجتماعی امروز خیلی خیلی آگاه‌تر شدن به نسبت 43 سال قبل. بله. بسیار متشکرم از شما. آقای میرستاری، شما صحبت‌های دوستان رو شنیدید؟ اگر احیانا نقطه نظری دارید با توجه به اینکه وقت زیادی از ما باقی نمونده و اینکه فکر می‌کنید که چطور میشه این حلقه‌های جنبش‌های پراکنده اجتماعی رو به هم وصل کرد و یک جنبش فراگیر اعتراضی تشکیل داد؟ اتفاقا منم میخواستم از شما اجازه بگیرم در رابطه با درباره صحبت های آقای لیماکشی و آقای تقوی بیات صحبت کنم و سپاسگزارم که همین فرصت رو به من دادین. به نظر من جمهوری اسلامی تشکل ها را سرکوب میکنه، یعنی جنبش ها را همه توافق داریم که به شدت سرکوب میکنه. آزادی احزاب و تشکل در ایران نداریم، اینترنت به شدت کنترل میشه. با توجه به این شرایط مردم چگونه متشکل بشن وقتی رسانه آزاد نداریم، حزب نداریم، روزنامه نداریم، تلویزیون نداریم و اجازه هم نداریم؟ با همه اینا که نداریم، اونم که میخوان همدیگر رو پیدا کنن، میدونی که در ایران الان به محض اینکه 3 نفر با هم دیگه یه جا جمع بشن سرکوب میشن. در نتیجه خیلی سخته الان به اصطلاح در ایران متشکل شد. ولی همین که با همه این فشارها جنبش معلمان، جنبش زنان، جنبش دانش و تمام جنبش های دیگه و ملیت های مختلف و قوم ها اعتراض میکنن و خواستای صنفی خودشون رو مطرح میکنن، چون فعلا بیشتر از اون نمیتونن برن جلو، این خیلی خیلی مثبته. ما باید اینو چی میگم به فال نیک بگیریم. اینا همه مبارزه است. بالاخره روزی مثل آبان 98 این تظاهرات پراکنده به هم وصل خواهند شد، مانند جویبارهایی که یه دفعه میشن رودخونه. جمهوری اسلامی تلاش میکنه در برابر حرکت‌های مردم یه سد بزرگی بسازه. مثلا میبینیم وقتی زنده یاد شجریان یا کسانی دیگه بزرگان ما میمیرن، اجازه نمیده مجلس ختم براشون گذاشته بشه، خودش مجلس ختم میگیره براشون. یا سر قبر شاملو کسی رو نمیذاره بره، یا خاوران رو جلوشو گرفته، برای اینکه میدونه اگه جمهوری اسلامی الان مانند یه سده، اگه جمهوری اسلامی اینو میدونه و ما هم میدونیم، اگه این سد یه ذره ترک ورداره، یه سوراخ کوچولویی در این ایجاد بشه، طوفان به پا خواهد خیز خواهد خواست ساخت طوفان به پا خواهد خواست و ببخشید از این توپق زدنم و چی میگن، جمهوری اسلامی رو سیل خواهد برد از دید من. و فکر میکنم اون روزم دیر نیست، برای اینکه با دید من امروز لازم نیست که به مردم روشنفکرها توضیح بدن که آقا این جمهوری اسلامی این ایراده داره، این کارو میکنه، دیکتاتور مستبد و فلان، اینا رو دیگه همه میدونن. الان مردم میخوان متشکل بشن، راههای متشکل شدن رو باید به اونا یاد داد. حالا حزبشون رو تشکیل میخوان بدن، هر کاری میخوان بکنن. آقای لیماکشی فرمودن که ما برنامه نداریم برای فردای ایران. من با اجازه ایشون میخوام بگم که ما خیلی خیلی برنامه خوب داریم. از دید من وقتی میگه ما جمهوری خواهیم، ما برای ایران دموکراسی میخواهیم، ما جدای دین از دولت میخواهیم، ما میخواهیم پیمان جهانی حقوق بشر
اجرا بشه، میخوایم به ملت ایران آزادی بیان بدیم. حالا ما نمیخوایم بدیم، میخوایم اینا رو ملت بگیرن داشته باشن. ما میگیم باید آزادی رسانه ها باشه، سندیکا و احزاب آزاد باشه. آیا اینا برنامه نیستن؟ همه اینا برنامه. و فردای آزادی با آزاد بودن گفتگوها در رادیو تلویزیون و با انتخاب نمایندگان واقعی در مجلس، با نوشتن اساسنامه مردمی در یه مجلسی که اسمش باید بشه مثل سابق مجلس شورای ملی، به همه این خواسته‌ها خواهیم رسید و اینا همه برنامه هستن. و اما پاسخ شما که یه مقدار هم شوخی بود و هم که در جامعه ما مطرحه که نسل جوان ما به ما انتقاد میکنن، میگن شما ما رو بدبخت کردین، شما فلان کردین. درسته، من قبول دارم که جمهوری اسلامی هزاران بار از زمان شاه بدتره، ولی ما در دوران خودمون هرگز به نسل پدرانمون نگفتیم شما ما رو بدبخت کردین، از مصدق دفاع نکردین، کودتا شد، فلان و این همه سرکوب. ما هم در حد خودمون دانشجو بودیم، نمیدونم حالا یکی کارگر و هرچه بود، زندان رفتیم، شکنجه شدیم، رفقای ما کشته شدن. من توصیه نمی کنم مردم حتما باید زندان برن کشته بشن، به کسی اینو توصیه نمی کنم. من مثلا مخالف اعدامم و فردام روز فردا نه پس فردا 10 اکتبر روز جهانی نه به اعدامه. من نمیخوام از دماغ کسی خون بیاد، حتی خامنه‌ای که فردا دستگیر میشه یا پسرش مجتبی یا سران سپاه مثل دادگاه حمید نوری، اینا باید در یه دادگاه عادلانه محاکمه بشن. ولی من به این جوانا میگم عوض این که بهانه بیارین یا گناهان از سر یه نسل دیگه، من خودتون باید بلند شید، خودتون باید فکر زندگی خودتون باشین و انتظار نداشته باشین نمیدونم آمریکا بیاد برای شما انقلاب بکنه یا این یکی اون یکی. به دست خودتون آقای جعفری باید آستینا رو بالا بزنه خود شما. در نتیجه من فکر اون دوستانی که نقد میکنن قطعا شما رو نقد نمیکنن، چون احتمالاً شما جزء اون دسته هایی نبودید که از انقلابیون شاید نبوده باشید احتمالاً، ولی به هر حال حرفتون درسته و اون زمان هم آگاهی نبوده و در این حال یه بدشانسی هایی هم ملت ایران اوورده. یعنی ما ببین زمان ما هم زمان شما دیکتاتوری بود، علیه دیکتاتوری بلند شدیم. همونطور که امروز میبینیم آمریکا به افغانها خیانت کرد و طالبان آورد، گرچه آوردن خود کرزایم از اون موقع دخالت آمریکا در افغانستان خیانت بود، سال 57 هم همین بازی رو آمریکا با ما کرد. طالبان ما همون خمینی بود. الان نگاه کنید طالبان چه خواسته ای رو مطرح میکنه که خمینی در سال 57 اونو مطرح نکرد. مگه نگفت در بهشت در همون روز اول ما قلمهای شما رو میشکنیم؟ طالبان هم میگه قلم میشکنیم. مگه نیومدن مدارس و دختر و پسر رو جدا کنن؟ ولی زنای ما، دانشجوهای ما مبارزه کردن، روشنفکرای ما مقاومت کردن. خانم سیمین به بهانه زنده‌یاد در خیابان برای آزادی زنان در سیاه‌ترین دوران جمهوری اسلامی کتک خورد، پاش رو زدن شکوندن. پس مقاومت‌هایی شده. جمهوری اسلامی همون طالبانه، باید مقاومت کرد، باید مبارزه کرد. انقلابی که ما می‌خواستیم از دست ما ربودن. ما مثل کشتی، یه کشتیگیر میره روی تشک کشتی میگیره میبازه. ما به جمهوری اسلامی، به افراد مرتجع عقب مونده و غرب، آمریکا در صدر و کنار آورد و انگلیس که میخواد کمربند سبز بکشه دور شوروی کمونیستی، ما این کشتی رو باختیم. مگه یه کشتیگیر جوان روی تشک میبازه باید بره 50 سال گریه کنه، ناامید بشه؟ همین یکی از کشتیگیرهای ما، الان اسمش یادم رفت، دو دور به کشتیگیر آمریکایی باخته بود ولی این بار مدال طلا رو گرفت. برای ما هم دیر نشده. ما درسته 40 سال مبارزه میکنیم، هر روز که نمیشه انقلاب کرد. یه زمانی 2% به ما میگفتن، الان تمام مردم با ما هستن. نمیخوام خود ستایی بکنم، پس ما هم داریم جلو میریم، همون جوان ها، همه ملت ها. ببینیم حالا تا به کجا میرسیم. سوخت و سوز داره؟ نه، پیروزود داره ولی سوخت و سوز نه. خیلی متشکرم. من در خاتمه برنامه امشب این رو بگم که حالا قبل از برنامه داشتیم با آقای تقوی بیات یک گپی میزدیم. بحث این هستش که تمامی این، یعنی از 100 سال گذشته بخوایم نگاه کنیم، از زمان مشروطه که
پدران پدران ما لگد به تخت پادشاهی زدن و قانون وضع کردن اون زمان تا الان که یعنی بعد کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد، بعدش انقلاب 57 و همین الانش، تمام اینها یک مسیر تاریخی هستش که ایران بایستی طی بکنه و هر کدوم از ما ممکنه نقش تاریخی خودش رو ایفا بکنه. مردم ایران به هر حال حکومت اسلامی، حالا به قول احمد زنده‌یاد از احمد کسروی، شاید یک حکومت به این آخونده بدهکار بودن یا نبودن، حالا هر کسی هر چیزی که میخواد بگه، ولی به هر حال تجربه کردن، حکومت دینی رو هم تجربه کردن و این بایستی از بین بره و این مسیری بوده که طی شده دیگه. یعنی شما هم مبارزاتون رو انجام دادید، الان هم جوان‌ها و مردم در داخل ایران با این حجم سرکوبی که واقعا جمهوری اسلامی اگر لازم باشه تانک در خیابون میاره و مردم رو به کشتن میده که برای بقای خودش، یعنی حجم سرکوب به حدی بالاست که مردم واقعا میترسن. من خودم شخصا هم من اگر در ایران بودم سکوت میکردم و هرگز مثل الان که آزادانه صحبت میکنم نمیکردم. به هر حال امیدواریم که همه اینها به آزادی ایران منجر بشه. خیلی متشکرم از شما مهمانان بزرگوار که در برنامه امشب شرکت کردید و با سپاس از شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان که به یکی دیگر از برنامه‌های همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایق توجه کردید. تا یک برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.